سلام به همگی، خیلی خوش اومدیم به کانال یوتیوبم. من پانتام، امیدوارم که هر کجا که هستین حالتون خیلی خوب باشه. امروز یه درس جدید داریم که میخواییم چند تا اصطلاح کاربردی ببینیم که مربوط به اعضای بدن دارن. این درس یه ذره سطحش بالاتره و یه سطح پیشرفته تره، بنابراین هر جا که میخواین میتونین زیرنویسی انگلیسی رو روشن کنین. قبل از اینکه شروع کنیم یه لطفی بکنین که اگر عضو این کانال My Persian Corner نشدین، این دکمه سابسکرایب رو بزنین. کنارش هم یه زنگوله هست که میتونین بزنین که هر بار که یه ویدیو جدید منتشر میکنم با خبر بشین. خب حالا بریم سر درس امروز. خب اصطلاح اولمون هست دست و پا شکسته. دست و پا شکسته، وقتی یک کاری رو دست و پا شکسته انجام میدین یعنی خیلی خوب بلد نیستین. به عنوان مثال، دست و پا شکسته فرانسوی بلدم، خیلی روون نیستم ولی میتونم یه چیزای کوچولویی بگم. دست و پا شکسته فرانسوی بلدم. اینجا وقتی از زبان صحبت میکنیم مثل broken میشه به انگلیسی. I speak broken French. یا یه مثال دیگه، موزیسین نیستم ولی بعضی وقتا دست و پا شکسته پیانو میزنم واسه دل خودم. بچه بودم کلاس رفتم 6 ماه. خب 6 ماه زمان زیادی نیست، بنابراین پیانو خیلی خوب نمیزنم ولی دست و پا شکسته یه چیزی میزنم. اصطلاح بعدیمون هست گردن کسی انداختن. وقتی یه کار اشتباهی رو میندازیم گردن یه کسی دیگه میگیم که تقصیر اونه، تقصیر من نیست. به انگلیسی میگیم to blame someone. به عنوان مثال، رئیسم اشتباه کرد ولی میخواست بندازه گردن من. یه مثال دیگه، چرا میندازی گردن خواهرت؟ شاید تو اشتباه کردی ولی میندازی گردن خواهرت. اصطلاح بعدی هست گردن گرفتن. وقتی که یه چیزی رو گردن میگیریم معنیش اینه که مسئولیت قبول میکنیم، نمیندازیم گردن یه کسی دیگه. به عنوان مثال، من میدونم برادرم لیوان دلخواهم رو شکست ولی گردن نمیگیره. مثال بعدی، مسئول روابط عمومی شرکت نفت بی‌آبرویی اخیر رو گردن گرفت. اصطلاح بعدی، مچ کسی رو گرفتن. این مچ کسی رو بگیریم مثل انگلیسی میگیم to catch someone red-handed یا to catch them in the act. به عنوان مثال، دوستم داشت از کیفم پول برمی داشت که مچشو گرفتم. بعدی، بالاخره یه روزی مچشو می گیرم. اصطلاح بعدی، مثل کف دست. این کف دسته. یه چیزی رو اگر مثل کف دستت بشناسی معنیش اینه که خیلی خوب میشناسی. به انگلیسی میگیم like the back of my hand ولی به فارسی مثل کف دسته. به عنوان مثال، تهرانو مثل کف دستم بلدم، خیلی خوب شهر تهرانو بلدم. مثال بعدی، مادرها بچه هاشون رو مثل کف دستشون میشناسن، خیلی خوب بچه هاشون رو میشناسن. اصطلاح بعدی، پشت دست و داغ کردن. این پشت دسته، اینو یه موقع استفاده میکنیم که یا
یک کاری انجام دادی و ازش پشیمونی چون تجربه بدی بود و به خودت میگی که دیگه این کارو انجام نمیدم، دیگه تکرار نمی کنم. به عنوان مثال، پشت دستمو داغ میکنم که دیگه با دوست وارد بیزنس نشم. پس اینجا با دوستت وارد بیزنس شدی و خیلی تجربه بدی بود. و برای اینکه فراموش نکنی و این کار رو دوباره تکرار نکنی، میگی که پشت دستمو داغ میکنم. یه مثال دیگه، پشت دستمو داغ کنم اگر یک بار دیگه پشت سر کسی صحبت کنم. دیگه پشت سر کسی صحبت نمی کنی. اینجا هم یه اصطلاح دیگه هست، پشت سر کسی صحبت کردن، که به انگلیسی میگیم talk behind someone's back، ولی به فارسی پشت سر کسی صحبت میکنیم. اصطلاح بعدی، سراغوشی به آب دادن. سراغوشی به آب دادن. وقتی سراغوشی به آب میدین، میخواین بفهمین که چه میگذره، اوضاع چطوره، چه خبره. به عنوان مثال، داداش کوچیکم رو فرستادم خونه تا یه سراغوشی به آب بده و بفهمه پدر و مادرم چقدر ازم عصبانی هستن. پس برادر کوچیکتو فرستادی اول یه خبری بگیره. مثال بعدی، به جای اینکه اینجا بشینی، برو یه سراغوشی به آب بده ببین چه خبره. اینم چند تا اصطلاح که مربوط به اعضای بدن هستن. براتون کدوما جدید بود؟ مرسی که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. امیدوارم که براتون مفید بود. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لطفاً این دکمه لایک رو بزنین. اگر عضو کانال My Persian Corner نیستین، حتماً دکمه سابسکرایب هم بزنین. و اگر کسی رو بشناسین که فکر کنین از این ویدیو خوشش بیاد، لطفاً به اشتراک بذارین. فعلا تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.